لاجمنت من در واقع تو دیماه بود حدودن. عرض کنم که خبر خوش ویزا رو هم همکاران محترمتون در واقع یک روز مونده بود به عید نوروزمون به بنده دادن. بحث شلوغی که مثلا ما توی تهران باش مواجه هستیم تقریبا تو سیدنی هم وجود داشت و ترافیکش زیاد بودش در تایمای خاص به خصوص، ولی توی نیوکاسل این قضیه اصلا نیست، ترافیکی وجود نداره، بسیار بسیار شهر ساکت، آرامش بسیار بالایی داره. خدمت شما عرض کنم که بعد یک شهر ساحلی است، پر از ساحل. هنوز من نتونستم ساحلی، فقط یه ساحلش رو رفتم، ولی ظاهرا تمام شهر مناطق ساحلی ویژه‌ای داره برای خودش و از طرفی هم بسیار حالت جنگلی و بسیار خوشایند. الان که من دارم خدمت شما صحبت میکنم اوج سرمای این شهر، ولی اوکی هست برای ما، اصلا احساس خاصی نمیکنیم از لحاظ سرد بودن به نسبت آنجا که تو ایران بود. بسیار شهر پرفکت، آروم، از لحاظ امکانات همه چی توش هست، شاپینگ سنترهای بسیار زیاد، هر محله برای خودش شاپینگ سنتر داره، دسترسی هاش بسیار عالی و این نیست که شما احساس مثلا کمبود امکاناتی رو بکنید در این شهر. شاید بعضی از دوستان این فکر رو کنن که نه ما باید بریم یه جایی که همه چی باشه، نه اینجا هم همه چی هست واقعا، همه چی هم اوکیه، علاوه بر امکانات آموزشی، تفریحی، حالا بحثای خرید، بحثای حتی دانشگاه خیلی خوبی من شنیدم این نیوکاسل داره. در خصوص اجاره مسکن اول خدمتتون بگم که با توجه به بررسی‌هایی که من انجام داده بودم خیلی پروسه سختی رو پیش بینی می‌کردم. اصطلاح خونه اولی اصلا باب هست در بین مهاجرای استرالیا که خونه اول بسیار سخته، ولی شانس من صرف در عرض دو روز جستجو توی نیوکاسل تونستم که خونه اولم رو اوکی کنم و البته باز بستگی داشت دیگه، بستگی به سلایق طرف هم داره، باید در خصوص خونه اول یک مقداری آدم سخت نگیره تا در واقع استارت سریعتر انجام بشه. ما هم سخت نگرفتیم و خونه اولمون هم خدا شکر که شرایط اولیه خوبی هم داره و راحت هستیم توش، در واقع بر ما مهیا شد و زیاد سختی از این بابت نکشیدیم. تو بحث خودرو، واقعا خودرو نیاز هستش توی نیوکاسل و حتی سیدنی که من بودم، خیلی همون خودرویی که تهیه کردم تو همون هفته اول به من کمک کرد توی انجام یه سری کارا توی نیوکاسل که بسیار بسیار لازم هستش. یکی از بحث‌های نیوکاسل بحث در واقع حمل و نقل عمومیش هستش که اگر بخواید در واقع از اون استفاده کنید خب خیلی تایم از دست میدید، چون فاصله در واقع خدمات در واقع چیزش بالاست اتوبوسش و اینه که شما مجبور هستی که از بحثایی مثل اوبر و این چیزا استفاده کنی که خب هزینه‌اش بالا میشد و این بحث ماشین به ما خیلی کمک کردش. یک ریسک بالایی هم داره اون شرایط رانندگی تو این کشور هست که در کل برعکس هستش با آنچه که ما تا حالا داشتیم تو ایران و این ریسکی هستش که بر صورت من پذیرفتم و هم خدمت شما خلاصه بخوام بگم راحت میتونید با یه حالا اعداد و ارقام معقول ماشین اول تهیه بشه و بهره برداری کنید. گواهی نامه هم که در جریان هستید تا 3 ماه اگر ترجمه در واقع معتبر باشه میتونید در واقع تا 3 ماه از همون گواهی نامه ایران استفاده بکنید. شما پروسه گواهی نامه رو هنوز پیش نبردید جناب سلطانی؟ هستم من اون آزمون آیین‌نامه‌شون اصطلاحاً اونو بوک کردم که هفته بعدی هست، اون باید انجام بشه و بعدش هم بحث پرکتیکالش هستش.